أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهر شد در مورد پیامبران آمدند، پیامبران آمدند برای حل اختلافات در جامعه بشری. قرآن می فرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فی خان الناس امتن واحدتن قال الناس امتن واحدتن و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. مردم امت واحده بودند، بعد به اختلاف رسیدند. اختلاف در جوامع بشری پیش آمد. ابتدا اینجور نبود. ابتدا جوامع بشری در میانشان اختلاف نبود. حالا معنی داره، اینا رو فعلا بحثش نمی کنیم. جامعه بشری در ابتدا درش اختلاف نبود، بعدها به اختلاف رسید. خدای متعال پیامبران را فرستاد برای حل این اختلاف. قرآن داره اینو میگه، کان الناس امتن واحدتن، مردم امت واحده بودن. پس از آن که اینجا اختلافش رو نفرموده، عرض کردیم در آیه 19 سوره یونس از اختلاف بعد از امت واحده سخن میگه. میگه امت واحده بعد به اختلاف رسید. اینجا مرحله سومش رو میفرماید که خدای متعال انبیا رو فرستاد، باهاشون کتاب آسمانی فرستاد. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، برای اینکه اختلاف مردم را برطرف کنند. خب بعد عرض کردیم که پیامبران، هنگامی که پیامبران رحلت کردند، اون پیامبر صاحب این امت، پیامبر این امت وقتی از دنیا رفت، یه اختلاف تازه پیدا شد. اختلاف تازه در عامل رفع اختلاف. کتاب آسمانی عامل رفع اختلاف بود، کتاب آسمانی عامل رفع اختلاف بود. خدا متعال کتاب آسمانی فرستاد برای حل اختلاف. حالا امت سر این کتاب آسمانی که برای رفع اختلاف آمده، سر این دعواشون شد، اختلافشون شد. اینو عرض کردیم. و مختلف فیه، اختلاف نکردن در اون کتاب آسمانی که برای حل اختلاف آمده بود، مگر کسانی که این کتابو داشتن، میدونستن، میفهمیدن اختلاف کردن. عرض کردم که اختلاف گاهی بر اساس جهل، گاهی بر اساس هوا. اختلاف بر اساس هوا حالا هست. لذا قرآن میفرماید که به مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. بعد اینکه بیانات آمده بود، همه جوانب روشن شده بود. مثالش دیشب عرض کردیم، داستان نزول آیه تطهیر. این رو پیامبر به مناسبت‌های مختلف
عمل کرده بود. اینجا حالا مثال عرض کردیم که اگر حد اقلش رو در نظر بگیریم، میگیم 3 ماه، حد اقل 3 ماه. 3 ماه آخر عمرش پیامبر هر روز صبح وقتی از خونه خودش بیرون میامد برای نماز صبح، بعضی روایت ها دارد که در 5 بار نماز میامد در خانه، اما حالا ما حد اقل میگیریم بعد از نماز صبح. بعد از نماز صبح میامد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آنجا یک زیارتنامه میخوند، یک زیارتنامه کوتاه. السلام علیکم یا اهل البیت. بعد میفرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر رو بر اهل این خونه میخوند. هرکم حداقل 3 ماه، حتی اکثر 17 ماه هم نقل کردن، 11 ماه، 9 ماه. ما عرض کردیم حالا 3 ماه. 3 ماه هر روز نماز صبح بعد از نماز صبح آمده باشه، میشه چه مقدار؟ 90 روز، 100 روز. آمده 100 روز در خانه زهرا خونده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آیه تطهیر رو بر اهل این خانه خونده. در جریان قدیر خم، در جریان قدیر خم یک بار فرمود، در عرفه یک بار دیگر فرموده بود، عرفه فرموده بود، بعد در قدیر خم فرمود، بعد همون روز آخر که آمده بود برای نماز یک بار دیگر فرمود. حالا حداقل 4 بار رو می دانیم که فرمود من در میان شما 2 چیز گرانبها به ارث می گذارم. باز یادتون باشه عرض کردیم که اگر به این 2 چنگ بزنید هرگز گمراه نمی شوید. خیلی هرگز گمراه نمی شوید. بعد یه آقای گفته آقای حرف بی خوده، جلو روی پیغمبر گفت این حرفی که میزنی بی خوده، تو هزیون داری میگی. این خیلی غریبه. این روایت 7 بار نقل شده است در کتاب صحیح بخاری. ما صحیح بخاری رو، یعنی اهل سنت صحیح بخاری رو، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن میدانند. بعد از قرآن صحیح بخاری صحیح ترین کتابه. ببینید رو کلماتش دقت کنید، رو کلماتش از نظر ادبی حرف میزنن. این کتاب مثل قرآنه. قرآن شما نمیتونه بگی که خلاف ادب صحبت کرد. اصلا ادب چیه؟ ادبیات عرب چیه؟ ادبیات از قرآن ریشه گرفته. میگم کلمات پیغمبر، این عین کلمه پیغمبره، کلمه پیغمبره. اینقدر نسبت بهش اعتقاد هست، نمیتونم خدا چی کار کرده 7 بار این حدیث رو این نقل میکنه به زبانهای مختلف. راحت ترین حرفی که زده بودن که میگه کی گفت، این چون راحت ترینه میگه کی گفت. گفت قد قلب علیه الوجه، درد بر پیغمبر قلبه کرده، تب داره، تبش خیلی بالاست. عندنا کتاب الله، نزد ما کتاب خدا هست، همون برای ما بسه. ما به فرمایش پیغمبر، به این که داره میگه که من در میان شما 2 چیزی گرانبها گذاشتم، ارث من این دوتاست، ارث منه. ما اصلا احتیاج نداریم، کاری نداریم، ما قرآن رو داریم بسمونه. این ناگزیر از کنار این حدیث رد میشن. اگه بازش کنه معلوم میشه که چقدر مشکل ایجاد میکنه. یه دانشمند بزرگی بود این اواخر، این روشن فکر بود و رفته بود ایتالیا، جامعه شناسی خونده بود و لامذهب شده بود. سالهایی به همون لامذهبی بود، نمیدونم به چه دلیل برگشته. این برگشته اولین بار کتاب الوعد الحق رو نوشت، تا حسین،
یک کتابی دارد به نام مرآت الاسلام. این کتاب مرآت الاسلام به زبان فارسی هم ترجمه شده. اونجا اینا گیرن بگن این حرفا رو آقای فلان گفته نمیشه، میفهمه که این کفره، میفهمه این حرف کفره. خب من بگم که اون گفته که نمیشه بگم، عرضم بگم به حضور شما، بگم که حرفی که این میزنه درسته، پیغمبر هزیون میگفته، اونم که نمیشه بگیم، قرآن میگه، قرآن میگه از این دوتا لب جز حق هیچی بیرون نمیاد، اونم میشه مخالف قرآن. اینو بگیم که این آقا میشه کافر. خیلی هم این دوتا رو هم نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم پیغمبر، نمیتونیم بگیم اون آقا. بنابراین گفته این حرف دروغه. این سه تاستیه، یا پیغمبر علیه بالله، یا اون آقا، یا این نقل. این راحت تر بوده گفته این دروغه، نقل دروغه. نمیشه این همچه حرفی رو ایشون زده باشه. اون شارحان صحیح بخاری، چه عرض کنه آدم، شارحان صحیح بخاری از کنار این میرغزن میرن. اگه میخواد یه جوری توجیه کنه، تفسیر کنه، اینو میگه که اینم یه حرف خیلی بدی. حالا من توضیح میدم شما متوجه میشین. میگن که خب ما پیغمبر مجتهد بوده، پیغمبر مجتهد بوده. یعنی چی پیغمبر مجتهد بوده؟ خب مجتهد میتونه یه وقتی میشه دیگه، مجتهد ممکن اشتباه بکنه، ممکن حق بگه، ممکن اشتباه بکنه. خب اون آقا مجتهد بوده. وقتی دو تا مجتهد با هم دیگه اختلاف دارن، وقتی دو تا مجتهد با هم اختلاف دارن، چیه؟ یکیشون حق میگه، یکیشون ناحقه دیگه، یک نادرسته، اون درسته. میگه این اختلاف که آخه ادامه یافت، عبارت اینه: فذهبوا، ای کاش عربی بلد بودین، فذهبوا یعیدون علیه. این عبارت ان الرجل لا یهجر حسبنا کتاب الله، هی داشتن تکرار میکردن، نه یه بار گفته بود. پیغمبرم یه بار نگفتش که برید کاغذ و قلم بیارید، هی گفته بود، بارها گفته بود. اینا مادن مقابل دیگه، وایساده نذاره پیغمبر وصیت نامه بنویسه، اومده اینجا نذاره پیغمبر وصیت نامه بنویسه. پیغمبرم اصرار داره. ببینید در ادامه فرمایشش فرموده بود که برید من کاغذ قلم بیارید، من یه چیزی براتون بنویسم که هرگز گمراه نشوید. هدایت امت بود، هدایت امت، همه امت. اگر این نوشته میشد هدایت میافتن، اگر نه که گمراه میشدن دیگه. برید یه سیر بیارید که من براتون، کاغذ قلم بیارید که من براتون یه چیز بنویسم که هرگز گمراه نشوید. پس پیغمبر به طور جد اصرار داره، دینشه، اصرار داره. اونم وایستادن که به هر وسیله نذارن بنویسه. خیلی حرفه. بید ما یه کلمه یه چیزی بلدیم در مورد آقای فلان، باور کنید شما فقط اینو بلدین، هم تو روزه از بس که شنیدین اینو بلدین. شما هیچ وقت دنبال دینمون به طور جدی که نبودیم که بریم تعلیمات دینمون رو جدی فکر کنیم، مطالعه کنیم، بپرسیم، درس بخونیم. یه چیزی یه وقتی یه شب مثلا چهارمی سومی اومدیم یه جایی یه کلمه یه کسی گفته، این دو کلمه رو شنیدیم بعدم رفتیم، چون تکرارم نشده یادمون نیست. یه چیزایی یادمونه، یه چیزایی یادمون نیست، اون چیزایی یادمونه که دائما تو روزه ها شنیدیم همون. بنابراین تنها اشکالی رو که ما با آقای فلان داریم این است که آتش آورده در خونه رو سوزونده، همین.
میگیم دو روز قبل بالا سر پیغمبر نشسته. هی پیغمبر فرموده برین کاغذ قلم بیارید، من براتون وصیت نامه بنویسم، وصیت نامه میخوام بنویسم. نه بی خود میگی، تو حالت بده، تو تب داری، تو داری هذیون میگی، نمیذاریم بنویسی. بعد یه ترسی پیغمبر پیدا کرده. پیغمبر واسه چیزی نمیترسه، پیغمبر از هیچی نمیترسه. از جونش میترسه؟ نمیترسه. از جونش؟ نه نمیترسه. از اموالش، خونش، زن بچهش؟ نمیترسه. اگه اینا رو بیارن همه رو نابود کنن، من از اینا میترسم؟ نه نمیترسم، اصلا نمیترسم. تمام عمرش هم نشون داد. اما یه چیزی رو میترسید، روز قدیر خم خاطرتون هست دیگه، ترسیده بود، یه چیزی رو میترسید. ببینید دستور اعلام ولایت امیرالمومنین روزه چه روزی نازل شده؟ نه روز عرفه بود، دستور روز عرفه اومد. 9 روز طول کشید. چرا میترسه؟ خب چرا میترسی؟ از چی میترسی؟ میترسه من میخوام این اصل سومو اثبات کنم، همه اصلای قبلی هم از بین بره، یه چیزی بگن، یه کاری بکنن، از این میترسید. اگه پیغمبر روز قدیر خم فرمود که من کنتم الله فهذا علی مولا، گفتن ای پسرموشه. اولیشو میگفت، نفر دومم میگفت، جمعیت میگفتن پسرموشه. این پیغمبر بی پیغمبر، هوا هوسیه، هوا هوسش اینه که پسرموش رئیس باشه بعد از خودش. همه نبوت به باد میرفت، از این میترسید. تمام زحمتی که 23 سال کشیده از بین بره، از این میترسه، نه از جونش، از مالش. 100 بار اومده بودن ترورش کنن. یکی اومده، اومدم آقا اومده اینجا چیکار کنی؟ اومدم پسرم اسیر ببرم. نه یه چیز دیگه هم هست. نه آقا من خب شمشیر اگه ارزه داشت که توی جنگ تونسته بود کاری بکنه، چه ارزه ای داره این شمشیر؟ این حرفایی که اونجا پیغمبر فهمید، خب اون حرفایی که پشت مقام با فلانی زدی چی شد؟ این دو نفر با هم صحبت کردن، این گفته بود که یه آدم حتاک فتاکه بود، گفته بود اگه من میتونستم میرفتم پیغمبر رو میکشتم. و چی میترسی؟ چه مشکلی داری؟ زن و بچه‌مو میترسم. اون گفت من عهده‌دار زن و بچه‌ت، من قرض دارم، قرضت هم من میدم، هم عهده زن و بچه‌ت میشم تمام عمر، هم قرضاتو میدم. راه افتاده بود. اون حرفا چی بود زدین ما هم دیگه؟ گویا رسول الله من ایمان آوردم. اون حرفا رو هیچ کس نشنید، بین من و اون نفر هیچ کس نشنید که ما چی گفتیم. این تو فقط میشه پیغمبر باشی که بدونی که من چی گفتم. از این حرفا متعدد اتفاق افتاد. آدمی که 100 بار مرده مثلا چی شده؟ اصلا این آدم ها، این جنس آدم ها از چیزی نمیترسن. جنس یه جنسی از هیچی نمیترسن. قرآن داره دیگه، الذین یبلغون رسالات الله، اینا که مبلغن از طرف خدا، پیغمبرن، اینا یخشونه از خدا میترسن، از هیچی نمیترسن، هیچی، ولا یخشونه احدن، هیچی نمیترسه. این اصلا نمیترسه، از هیچی نمیترسه. پس چرا میترسه؟ از دینش میترسه. اونجام هی داره میگه بابا امت من به باد میرن، بذاریم من یه وصیت نامه بنویسم. نمیذاریم بنویسیم. وقت یه حرف دیگه، در هر صورت
مجلس ساکت شد. گفتن آقا اجازه میدید بریم بیاریم کاغذ و قلم؟ فرمودن بعد از این حرفا اینا، بعد اگه من الانم یه چیزی بنویسم دقت کنید، بعد میرن جمعیت میارن 30 نفر 40 نفر میارن که ما خودمون بودیم اونجا دیدیم حالش بد بود، اصلا میزون نبود، حرفاش درست نمیزد، تب غلبه کرده بود، هزیون داشت میگفت، پیغمبرش لطمه میخورد، دست کشید، اصل پیغمبری رو میبردن زیر سوال. دیگه نه و بعد مازا، این عبارت اینه، و بعد مازا، بعد از این حرفا بازم من چیز بنویسم؟ هیچی نمیگذارین باشه. ببینید جد وایساده بودن، به هیچ وجه اجازه نمیخواستن بدن که امیرالمومنین رو مطرح کنه. خب 100 بار مطرح کرده بود، 100 بار مطرح کرده بود، از روز اولی که دعوت اسلام رو برای مردم گفته بود فرموده بود کی منو کمک میکنه. ببینید داخل خانه که قوم خیشا رو دعوت کرد فرمود که منو کمک میکنه، ایکم یعاذرنی علی هذا الامر، که چی؟ الان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. روز اول گفته بود، همینطور گفته بود، همینطور گفته بود به مناسبت های مختلف در شرایط مختلف. خب اگر اینو بنویسه همه چی به باد میره، دست برداشت، دست برداشت، اینا خیالشون راحت شد و رفتن بیرون. حالا یه نکته هم عرض کنم، عرض کردم البته، حالا یه ذره با توضیح بیشتر. اینا اومده بودن بیرون از خانه که از شیون زنها متوجه شدن که پیامبر از دنیا رفته. حالا چیکار کنی؟ هم چیکار کنیم؟ موندن چیکار کنن؟ که چیکارش کنیم؟ چه جوری مطرح کنیم؟ تمام حزب اینا 7-8 نفر بیشتر نبود. چیکار کنیم؟ شنیدن که انصار در سقیفه جمع شدن، دارن همون رو که ما یه عمر براش فکر کردیم و زحمت کشیدیم اونو میخوان ببرن. ما میذاریم ما. رفتن به سرعت خودشون رسودن به سقیفه. در سقیفه عرض کردم براتون سعد ابن عباده بود، حالا بگیم متاسفانه خوشبختانه نمیدونیم، مریض بود، اگر سالم بود سرپا بود اینا هیچ کاری نمیتونستن بکنن، تقدیره دیگه، اگه او سرپا بود هیچ کس کاری نمیتونست بکنه، اینا هیچی نبودن. همونجا هم گفتن اینا زیر سایه شما زندگی میکنن، اینا کاری نمیتونن، بزنید بیرونشون کنید، از شهر بیرونشون کنید، 8 نفر آدمه در میره بیرون بیابون، کاری ازش بر نمیاد، اختیار ما به دست خودمون میگیریم، قدرت دست ماست تو این شهر. بعدم تاریختن که بله خوب ما برای اسلام خیلی خدمت کردیم، اصلا اسلام به شمشیر ما عالمگیر شده، حق ماست، ما باید. بعدها این سعد بن عباده که سردمدار این جریان شده بود داشت داستان قدیر رو برای پسرش قیس میگفت. قیس بعدها از اصحاب امیرالمومنین خیلی مخلص امیرالمومنین پای حضرت امام حسن وایساد، فرماندهی لشکر امام حسن بود، تنها فرماندهی که نتونستن بخرنش قیس بود. ایشون بابا داشت برای پسرش داستان قدیر خون، گفت بابا تو بودی در قدیر خون؟ خب بله بودم دیگه، خودم شنیدم. پس سقیفه رو چرا وفا کردی؟ مگه تو مسلمون نیستی؟ من دیگه باهات حرف نمیزنم. قهر کرد، با پدر قهر کرد. این قهر کردن در چیز عربی، در فرهنگ عربی خیلی مهمه. دیگه باهات حرف نمیزنم، از خونت میرم. رفت. پدرش مهم بود، رئیس قبیله بود، خیلی آبرومند بود، هیچ بهش بابا رو ول کرد. میگه تو مگه نبودی؟ و
پس اونجا چرا ادعای حکومت کرده، ادعای خلافت بود؟ چرا؟ به چه مناسبت؟ مگه پیغمبر نگفته بود چه خبره؟ کار ندارم. اونجا ایشون سخنانه کرد، توانایی هم نداشت، آهسته میگفت، یه کسی بلند میگفت از جانب او. همان هم گفتم بله شما درست میگی، باید ما به اصطلاح عهده‌دار حکومت بشیم. یو این آقایون اومدن تو، سه نفر بودن اومدن تو، تا اومدن وضع به هم خورد، به اصطلاح میگیم که یادم رفت اصطلاحش، حالا کفه قدرت به هم خورد. دو تا قبیله اینجا حضور دارن، یکی خزرج صغیر، خزرج کبیر رئیسش سعده، خزرج صغیر بشیر بن سعد رئیسشه. این راضی نیست به اینکه پسرموهاشون رئیس بشن. حالا چرا عرض میکنم؟ یکی هم اوسه، اوس در مقابل خزرج، خزرج صغیر در مقابل خزرج کبیره. پس سه تا قبیله توی سقیفه هستن. وقتی هیچ کس نیست، سعد حرف زده، اینا جرأت مخالفت ندارن. اما حالا این سه نفر اومدن و عهده‌دار سخن شدن در سقیفه. گفتن بله، همه فضائلی که شما میگید برای خودتون درسته، شما برای اسلام خیلی خدمت کردید، اما خب نمیشه، ما خیشاوندان پیغمبریم، ما خیشاوندان پیغمبریم. امیرالمومنین بعد فرمود اینا به خیشاوندی استناد کردن، من که تیکه تنشم. شما خیشاوندین با 10 واسطه دور، بر اساس خیشاوندی با 10 واسطه دور قدرت رو به دست گرفتید، من که تیکه تنشم، من پسرموشم. استدلال کرد به همون استدلال اونا. ببینید یه حرفی عرض کنیم خیلی مهمه. امیرالمومنین تقریبا در تمام طول عمرش مگر در دوران خلافتش از قدیر سخن نگفته اصلا. فدکو چجوری خراب کردن؟ حدیث ساختن، کاری نداره. پیغمبر فرموده ما ارث نمیگذاریم. بابا فدک ارث نبوده که، بخشیده به من. نه خیر، خب برو چیز بیار، شاهد بیار. اختیار از خودشونه دیگه. عرضم بود اصلا از قدیر خم سخن نگفت که نکنه خرابش کنن، نشه درستش کنی. اگه خرابش میکردن نمیشد درستش کنی. همون حرفی که اون آقا گفته بود که پیغمبر اینجوری فرمود، بعدم آقای فلان هم گفت و خانم فلان هم گفت و ساخت پاخت درست کردن، مجموعه درست کردن، مجموعه حدیث درست کردن. خب اینا اومدن بله شما زحمت کشیدید، خدمت کردید، خب شما وزیر باشید، ما امیر باشیم. به چه دلیل؟ ما خب از قریش هستیم که عرب جز قریش رو قبول نداره، عرب جز زیر بار قریش نمیره. خدا چی شد؟ ببینید زهرم عرض کردم، حرفای عربی زدن، نه حرفای اسلامی. عرب جز قریش را نمیپذیرد. خب اول کسی که با ایشون بیعت کرده بشیر بن سعد، یعنی رقیب خزرجی سعد، بعدم اون آقای بعدی بیعت کرد، 5 نفر 6 نفر 10 نفر بیعت کردن، ایشونو برداشتن بردن به مسجد، تموم شد، خلیفه شده. اختلاف کردن، در اختلاف قدرت حکومت به دست قبیله بود که زور باز عرض کردیم براتون، قبیله مهمترین عامل همه چیز در فرهنگ عربی بود. در جزیره عرب حرف اول و قبیله میزد. شخص از جون خودش و خانوادش برای قبیلهش میگذشت.
از همه چیزش برای قبیله میگذشت. قبیله مهمترین عامل بود، در امروز هم هنوز هست. اونجاهایی که قبیله وجود داره هنوز قبیله، این شما تو شهر سامره قبیله داری، تو شهر بغداد باز قبیله هست، قبیله ها با همه، هنوز باز حرف قبیله میزنه دیگه. زور عرض میکردیم اگه آدم مسلمون شد قبیله وجود نداره، پیغمبرم میخواست بکوشد اینا دست از قبیله بردارن مسلمان بشن. ای من و شما هم روی ایرانیت وایسیم، یا آقایون ایرانیت، 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 ایرانیت جنج، ما مسلمانیم. میخوام بگم ما اول مسلمانیم بعد ایرانی هستیم. میخوام بگم که اگه من مسلمانم دیگه مسلمانم دیگه، ایرانی عرب و ترک نداره، مسلمانان همه برادرم. بگذاریم. السلام علیک یا عبد الله فعلا الارواح التي خلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.